از فردا 5 بعد از ظهر من زنگ میزنم آقای رمضانی، شما هم تشریف بیارین اینجا. خواهش میکنم. متشکرم. روزتون بخیر. خدا حافظ. بفرمایید. بیا تو. سلام بروشم. سهراب خان. حالا چطور؟ حالا چطور؟ خوبی؟ سلام آقای علیس خان. سلام آقای دکتر. حال شما چطوره؟ شما خوبی؟ آقای دکتر هنوز دنبال تحقیق و مطالعه هستی یا گذاشتی کنار؟ اختیار داری قربان، یه آدمی مثل من در 24 ساعت یه رو از مطالعه غافل بمونه یا شب میمیره یا روز. بفرمایید. شما نمیگفتی ما خودمون میشستیم. خواهش میکنم. چه عجب از این طرف ها سراب قربانت بهروز شام. بله. یه مشکلی تو زندگی پیش اومده که گرهش فقط و فقط به دست تو باز میشه. آه بازم مشکل گیر اومده که اومدی اینجا. خب بگو از دست من چه کاری ساخته؟ این دکتر دیوانه؟ خوش نده آقا، از میدان راحت داره داره به من میگه دیوانه. دکتر که دیوانه نمیشه، این بچه ادب از کی باید یاد بگیره؟ فرده هیچ مات کودکی راش نمیداد. به یه دقیقه زبون بده هم بگی مثل حرفمو بزنم. حالا الان دو مکه گوشش کاره نمیشه ما این الان. حالا بزن تو این نکن. بهروز شام. بله. من میدونم که تو از حقوق و کتاب و قانون و اینجور چیزا سر در میاری. بله. میخواستم ازت خواهش کنم ببینم توی کتابهای قانون و حقوقت قانونی راجع به بچه هست یا نه؟ خب تا چی باشه؟ ببین مثلا موضوع اینه که یعنی از این قراره که اگر دو نفر به دلیل ندانم کاری یک نفر ناخواسته صاحب یه بچه‌ای بشن، می‌خواستم ببینم تکلیف چیه. سراب جان، میشه خواهش کنم یه کمی واضح‌تر بگی؟ آقای بهروز خان، واضح‌ترش اینه که یه بچه در حال حاضر رو دست ما دوتا مونده. حالا در حقیقت نمی‌دونیم این بچه مال منه یا مال ایشون. اینو روشن کنید ما مرخص بشیم. بله. می‌بخشید. این بچه مال کیه؟ ای بابا، بچه مال کیه که سوال ما هم همینه. ما داریم راجع به کسی حرف میزنیم، یعنی بچه ای حرف میزنیم که بغل دکتره. بله، اینو بگیر تا من توضیح بدم. آخه بفرمایید. بش به من بابا. جناب آقای بهروز خان. بله. این بچه رو که شما ملاحظه میفرمایید بچه است. بله. ولی این به جان شما در کل بچه نیست. بله. من نفهمیدم. این بچه هست یا نیست؟ یعنی الان بچه است، نیم سال پیش بچه نه. بگیر بابا. بگیر اینو این حرف زدن. من قربان رجب برم من. ببین بهروز جان، موضوع از این قراره که این بچه‌ای که الان بغل دکتره بچه است، ولی در اصل بچه نیست. ببینم شما منو مسخره کردی. چطور؟ آخه یه دفعه میگیم بچه است، یه دفعه میگیم بچه نیست. آخه من نفهمیدم قضیه چیه. حاجی اینو بگید تا من قضیه رو روشن کنم. جناب آقای بهروز خان. بله. همونطوری که ایشون فرمودن این بچه بچه است. بله. بله. ولی در کل بچه نیست. آدم شاخ در میاره. چه شاخ چه در میاره؟ میدونی آقای دکتر، من معتقدم شما دو نفر خودت رو به یه روان پزشک نشون بدید. چرا خدا میکرده ما خوریم چلیم دیوانیم چی هست؟ یه روز ما اومدیم از تو کمک بگیریم. خب منم در خدمتتون هستم، ولی با این وضعی که میگین هیچ کاری از دست من ساخته نیست. جناب آقای بهروز خان. بله. شما که یک وکیل با تجربه هستی. بله. بفرمایید این بچه در حال حاضر چند سالشه؟ بیا. این بچه زیاد داشت 2-3 ماهشه. دوست ما؟ بله. اینو نگاه کن، این بچه 85 سال سن میشه. چی؟ 85 سال؟ 85 سال سه ماه و 2 روز بالا شناسنامه‌شون پیش ما هست. حالا شما بفرمایید تکلیف ما با این بچه چی؟ والا تا به حال قانونی در رابطه با چنین شرایطی اصلا وضع نشده آقای دکتر. اینو بگیر تا من توضیح بدم با این حرف زدنه. توضیح بده. ما رو بگو از کی داریم توضیح میخوام. بفرمایید. ببین بهروز جان، مطلب اینه که امروز این دکتر دیوانه. خوش نده. خوش نده. خواهش میکنم بفرمایید. بله بگید بشین. نمیشینم آقا، وایسم. رجب خسته شده. این دکتر امروز اومد تو خونه ما، به من گفت یک دوایی کشف کرده که اگه هر پیرزن یا پیرمردی اونو بخورن جوون میشن. برو من گفتم باید نمونه شه. بعدم به من گفت که باید کمکم کنی. بله. من اول زیر بار نرفتم. بعد کاری کردی. کمکش نکردم. بعد کاری کردی. بعد اینقدر به من التماس کرد، اینقدر خواهش کرد، تمنا کرد که من بهش کمک کنم. بله. تا اینکه بالاخره من اشتباه کردم. ای کاش کمکش نمی‌کردم. اون وقت این خانم رجب خودمونو که می‌شناسه. آره خانم رجب. آره خانم رجب رو بهش معرفی کردم. اینم داروی جدید کشفشو رون بدبخ آزمایش کرد. بله همینه. بله. مسئله جالبیه. خب بعد اینو بگی تا من مسئله جالبه برش بگم. بهش به من. جناب آقای بهروز خان. بله. بعد از اینکه ایشو خانم رجب به من معرفی کرد، من یه مقداری پول به اون خدا بیامرز دارم. مگه مرده؟ کاش میمرد، این زنده بودنش به چه دلت میخوره؟ خدا پرورش که اینو قبول میکنه. من یه مقداری پول بهش دادم، سفارش کردم 2 ساعت به 2 ساعت یه قاشق مربا خوری از اون شربت جدید و کش من بخوره. من نمیدونم این کر بود نفهمی،
فهمید با من لچکر چی شد اینا رو نمیدونم. همینقدر میدونم به جایی که دواره کم کم بخوره کم کم جوان بشه همه رو با هم خود میدونی. نوای دکتر مطلبی را که شما فرمودین به افسانه بیشتر شباهت داره. نه با جان شما شبیه افسانه نیست، شبیه این آواز. شما دقت بفرمایید. حالا از من چی میخوایید؟ ببین بروسانم اصلا این مسئله از این مسئله بگذاریم. مسئله مهمتر مسئله زنمه. زنت هم اینجوری شده؟ نه 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 اون نخورده و اگه میخورد میکی موز میشود. علم این آقا موقعی که تونسته امو رجب 85 ساله رو تبدیل کنه به یک بچه قنداقه، من نمیدونم از کجا براش یه دونه شیشه شیر رو پتوی بچه فراهم کرد. علم براش کار نداره، همه این کارا رو میکنه، غرفاتی میکنه. از شهلا از در اومد شیشه شیر رو پتوی بچه رو دید، پیش خودش یه فکرایی کرد، بعدم قهر کرد و گذاشت رفت. خب می‌خواستی حقیقت رو بهش بگی؟ بهروز جان من خواستم حقیقت رو بهش بگم، اما اون مهلت نداد گذاشت رفت. از سر ما برش داشتین؟ بابا جون پدر این بچه 85 ساله 40 سال پیش مرده. آره اینو نه اثر نه برداشتی نه پدر داره. پدر این بچه 40 سال پیش مرده. مگه میشه پدر یه بچه دو سه ماهه 40 سال پیش مرده؟ نمیشه. منم همینو میگم آقا اصرار داره پدر این بچه نه که 40 سال پیش نمرده، بلکه میلیون ها میلیون سال دیگه رو نمیمیره قربان. آقا برای خودش یه چیزی میگه. حالا مقصود ما اینه که شما که با قوانین آشنایی دارید به ما بگید این بچه مال منه یا مال این پدر باشه. میشه ببینید آقای دکتر، حالا که کار به اینجا رسید باید خدمتتون عرض بکنم این مهم نیستش که این بچه پدرش ایشونه یا شما هستید. مهم اینه که شما مقصرید آقای دکتر. چرا قربان ما مواد مخدر هم نکردیم که قربان؟ بهتر از چرا نداره. چرا نداره شما بدون مجوز قانونی دست به تحقیق و مطالعه و آزمایش زدید؟ آفرین. من در خدمت به جامعه پزشکی کردم. حالا این بچه رایانش ویروس گرفته با من چه مربوطه؟ بگیر اینو. بگیر این توی اینم بچه که علمت رو دستت گذاشته. من از دستت شکایت میکنم. من با هچل انداختی پاته میکشه کنار. با تو باشی دیگه از اینجور کشفیات نکنی. من میبینیم هم دیگه رسول آب خواهد. برمو جان خدا حافظ. من خوشحال شدم. خود چکرم از ما حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. ببخشید دستم نجسته. بیا بریم. خواهش می. عجیبه تو این چند سالی که دارم به کارت میکنم به همچین چیزی برخورد نکردم. مگر میشه؟ بروز کمک! سلام 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 کجا نمیاد؟ دلش داره میاد. دلش داره میاد. کجا داری؟ کجا داری؟ بابا تو رو پدر داری؟ سلام بروز کجا بیدی؟ ببین نگی ما اینجاییم تو کجا داری میدی؟ نه چی نیستم داری بیا بیدی چون فرش کن نگی ما اینجاییم بیا اینجا خود رو بیدی برو ببینم بابا برو کلپه شدم باز برس خان شما اینجا پوشک داری؟ نه آقا جان که پوشک خان پیس کنیز مادر هم نگه پوشکایه برو بیرون نگه درست خواهد؟ بله منای خوشخواب هم نداریم منای خوشخواب کجا برم 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 کنم ها کبابی شدم عجب مشکل عجب مخمسه بفرمایی سلام بهروز خواهد سلام شهلا جان آره شما چطوره؟ خیلی عجب از این طرف ها؟ یه کاری با شما داشتم چه کاری؟ بفرمشین مگه کار داشته باشی این طرف رو بیایی یا؟ سهراب جان رو چطوره؟ سهراب خوبه ولی تازگی ها دوم در برده. این چه حرفیه که میزنی؟ باور کن. خب چی شده؟ مقصود چیه؟ مقصود اینه که آقا اخیرا از سرش بلند شده. سهراب و این حرفا؟ بله. من که باور نمی کنم. باور کن آخه من که به تو دروغ نمیگم. با دکتر دست به یکی کردی که سر من رو کلاه بذاره. کدوم دکتر؟ همون دکتر دیوونه که دوست سهرابه. حالا میشه بگی چه اتفاقی افتاده؟ من فکر میکنم سهراب بدون اطلاع من رفته زن گرفته. سهراب رفته زن گرفته؟ بله. اون نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه چه برسه به این که بره زن بگیره. آخه باور کن من که به تو دروغ نمیگم. مدرک داری؟ بله مدرک دارم. چه مدرک؟ بفرمایید اینم مدرک. امروز رفتم منزل مادرم خب واسه اینکه یکی رو پیدا کنه بیاد خونه رو نظافت کنه. سهراب خونه بود. وقتی برگشتم دیدم این پتو این شیشه شیر تو اتاق ماست. وقتی ازش توضیح خواستم بته افتاد انداخت گردن دکتر. دکترم اونجا بود. از اون پرسیدم انداخت گردن سهراب.
حالا شما معنی این کارو چی میگید؟ این نشون نمیده که سهراب بدون اطلاع من رفته زن گرفته؟ شما با این مدرک میگی سهراب رفته زن گرفته؟ من یقین دارم که زن گرفته. حالا شما هرچی دلتون میخواد بگید. خب حالا چه کاری از دست من ساخته است؟ چه کار میتونم بکنم؟ میخوام برم از دست سهراب شکایت کنم. اومدم پیش شما چون وکیل و با قانون آشنایی دارید، منو راهنمایی کنید که چیکار کنم. ببین شهلا جان، الان تو با شکایت دختر دایی عزیز من به جایی نمیرسی. من میگم یه فرصتی به من بده، من خودم برم بشینم با سهراب حرف بزنم، تحقیق بکنم، اصلا ببینم قضیه چیه. باشه، یه چند روزی هم به خاطر شما صبر کنم، ولی ازتون میخوام که پیگیر این مسئله باشی. چشم. خداحافظ. خداحافظ. چشم. ببینم بهروز خان، سهراب اینجا نیومده؟ نه هنوز که نیومده. نه نیومده. نه ولی من فکر میکنم شما اشتباه میکنی، چون سهراب اینجا اومده. من میگم نیومده، شما میگید اومده. قسم شما رو باور کنم یا دم خروس رو، اگه نیومده پس کیف شوهرم اینجا چکار میکنه؟ کیف سهراب؟ بله این کیف سهرابه. منو مسخره کردی؟ راستشو بگو ببینم سهراب اینجا بوده یا نه. بله شهلا خانم، بفهم بشین تو توضیح بدم. سهراب اینجا بود، با آقای دکترم اینجا بود، یه بچه هم همراهشون بود. بچه؟ بله. وای خدای من، بچه هم همراهشون بود؟ بله، اونم چه بچه ای؟ یه بچه 85 ساله. میرم خودم میدونم چه بلایی سرشون بیارم. شهلا جان، شهلا جان، آقا سب کن دوست. شهلا، شهلا می از شوهر، اون از زن، اون از رفت؟ بله نه بله رفت جهنم. ببین سارا، ببین با یه نقلنکاری چه آتیشی روشن کرد. به من چرا میگی؟ به اون دکتر دیوونه بگو. پشت بده سر رو بزن به این مولا. همه بلاخره باید بفهمن علم من یعنی چیه. آره بابا تو همه علمت رو کشتی، اعصاب ما رو خورد کرده. تو اصلا چرا نمیخوای حقیقت رو بری بزنی؟ بابا بهرون جان، ده دفعه گفتم من هی میخوام حقیقت رو بگم، اما وای نمیشه اصلا من دو دقیقه باش حرف بزنم. جهنم که وای نمیشه دار بزنی. بریم ما همه حقیقت رو بهش بگم، بلاخره باید علم من ایمان بیاره. خیلی خوب، ما رفتیم. بهرون جان خداحافظ. بیا عموی زنی تو ببر. بری. شما اینجا پوشک نداری؟ نه آقا، کجا پوشم؟ شوهرته؟ این رزادنامه شوهرمه. اینم بونگا نوشته. خوبه. اینم رزادنامه جایی که کار کردم. خوبه. باشه. ببینم لباس کار آوردی بابا؟ لباس کار واسه چی؟ خب واسه اینکه بپوشی و کار کنی. لباس کار نمیخواد، همینطوری کار بکنم. هر طور که خودت میدونی، برو مشغول شو. بچم کو؟ آه؟ میگم بچم کو؟ تو برو مشغول شو، من سطر رو تایید واسط میارم. میگم بچم کو بچه؟ آها بچت کو؟ بچت؟ بچت کو؟ من از تو میپرسم، تو از من میپرسی؟ اینجا بود؟ میدونم اینجا بود، میگم کو؟ شاید رفته تو کوچه فوتبال بازی کنه. این حرفا چیه که میزنی؟ بچه سه ماه چجوری میتونه بره تو کوچه؟ نکنه رفته پشت بوم میشه کفترا؟ راستشو بگو، چه بلای سر بچه ما بردی؟ میگم نکنه اینجا بوده گربه خوردته؟ آخه مگه گربه بچه هم میخوره؟ بله بله که میخوره، گشنش که باشه با بچه که چیزی نیست، آدم بزرگش هم میخوره. مثل که حضرم با تو فایده ای نداره. کجا میری؟ کلانتری، شکایت میکنم بیچارت کنن. باشه زود برگردی بابا. عجب دوره و زمونه ای شده، بچه فسقلی میره تو کوچه فوتبال بازی کنه.
ولی مگه میشه؟ اون که قنداقه بود چجوری میتونه بره بازی کنه؟ یعنی چه؟ آهای بچه کجایی؟ اسمشم نمیدونم صداش کنم. آهای نازنازی پیش بشی کجایی بابا؟ نخه نیست ولش کن بابا، هر جا رفته باشه خودش بر میگرده. این دکتر دیوونه باز دوباره یه شیشه دوا دیگه آورده، فکر کرده من میخورم. بفرما آقای دکتر، اینم از این یکی شیشه. خب بهتره برم ببینم دمسیام نشسته یا نه. گفتره کاکل زری وای وای، نکنه زود به پری وای وای. گفتره کاکل یا تو که دیگه دارم از دست دیوونه میشم. بابا این بچه من خسته کن بی حسابیه، یه دقیقه دیگه نگرش نراخه. به من چه مربوطه؟ من دارم از گرسنگی میمیرم، تو گشنت نیست؟ آخه گشنه چیه؟ این بچه از گشنگی اینقدر انگشتای من لیسیده و نازک شده. به من چه؟ به علمت بگو سیرش کنه. علم من پیزا فروشی داره؟ چه میدونم؟ من برم آشپزخونه ببینم چیزی برای خوردن پیدا میشه یا نه. یه چیزی پیدا بکن بابا بخوریم، مردیم از گشنگی. نیم وجبی؟ الهی من فدای تو بشم ناز رجب، قربان گوش کرت برم. نه رجب جا، ای افتخار من، ای زحمات مطالعات شبان روزی من، تو باعث شدی اسم من بزرگی سر زبان ها بیفته. رجب جان تو باعث شدی من یک خدمت بزرگ به جامعه پزشکی بکنم. عزیز من جان دکتر بگیره، نمیخواد تشکر بکنی، من وظیفه من انجام دادم. عزیز من قربان انشالله بزرگ میشی. آها تا نازش میدی ول میده، اینگاه چایی میخوری اینجوری میگه میگرده خودتا. خدایا شکره، خیلی خوشحالم، پر کلاقی من بچه هاش در اومدن. نمیدونم ساعت چنده، این زن شوهرم که پیداشون نشد. دلم داره ضعف میره گرسنه، میترسم غذا بخورم اینا بیان بعدشون بیاد. ولش کن، یه چرتی میزنم بالاخره اینا پیداش میشه. یا دکتر بیا فعلا شکممون رو سیر کنیم تا بعد ببینیم چی. یعنی چی؟ این خانم و رجب این بچه رو این چرا بزرگ شده؟ دکتر تو کجایی؟ دکتر ای بابا اینام که پیداشون نشد، گرسنگی نمیذاره بخوابم. رشکو من میرم غذامو میخورم، اونا هم میان خودشون یه چیزی میخورن. رجب جان از تو تاره اینقدر خودت خیس کردی همه کشاری ایران جوش داده. بیاف اینجا من برم دستم آب بکشم ببینم سر صدا نکنی. یا رجب اومدی کار درست میکنیم برای خودمو. این دکتر معلوم نیست کجا هست. دکتر معلومه تو کجایی دکتر؟ بابا این چرا هی بزرگ و کوچیک میشه؟ دکتر بیا ببین اینجا چه خبره. دکتر تو کجایی دکتر؟ ماتمه دکتر دکتر یتیم مردم تا رجب خوابید بقید بیدارش کنی. رجب خوابیده چیه؟ نمیدونی چه اتفاقی افتاده؟ چی شده سر تا آمده؟ نه بابا کاش زنم اومده بود. چی شد؟ من گوش نبود، رفتم تو آشپزخونه غذا بیارم، اومدم دیدم خانم رجب بزرگ شده روی ما دراز کشیده. آیا همچی چیزی میشه؟ مگر دیوانه شدی؟ دکتر دیوانه شیه، من با چشم خودم دیدم. بعد اومدم دوباره تو، رفتم تو اون اتاق،
بعد برگشتم دیدم کوچیک شده، دوباره بچه شده، دوباره روحام دراز کشیده. این حرفا چیه تو میزنی عزیز من؟ یعنی تو یه دفعه اومدی دیدی رجب بزرگ شده اینجا خوابیده؟ آره آره آره. رفتی برگشتی اومدی کوچولو شده؟ دقیقا همینطوره. این حرفا چیه؟ مگه آکاردونه کش بیاد اینجا باشه؟ بابا اینا رو با چشمت میبینی باز به علم من شک بیار. بابا اینقدر به من نگو علم علم علم، دیگه دارم از دست دیوونه میشم. حالا میرم کلانتری همه چیز رو میگم. کلانتری خیلی خوبه، اونم موافقم. سلام جان، کلانتری که بفهم ما رو به مقام های بالاتری معرفی میکنه. کم کم اسم من برد زبان تمام پزشکان این شهر میشه. به جان طلبی میرم مردم از کجا تا کجا صد و صد داره جوانی منو بکنن. تو هم پولدار میشی 10% مالو تو ایب نداری. ای بابا با معلومه چی داری میگی؟ بخاره تو اون سرت پوله. بریم بریم ببینم. ببینم. خانمو خانمو گناهشش گناهشش کن. کلی رجب دوتشو. بابا با نمیدونم نه یه جنو. نه یا شما ها اینجایی؟ نه یا حرف میزنه نتیجه ایم برو بابا تو هم یه ساعت نرم دنبالتون میگرم دنبال ما بگیرم نه یا جلو نه یا نه یا چه میشه شما بدی به من بچه نه یا جلو نه یا نه یا یعنی چه؟ نه یا گفتم ببین هر بلایی سر تو برده این دکتر برده من مقصر نیستم دروغ میگه رجب جان تو را این به من معرفی کرده اونجوری بودی نه نه دروغ میگه دروغ میگه نه جلو نه یا مثل این که کیفتون خیلی کوچه با برو با خودمون بزرگ نه یا ما بزرگ بگوریم یکی میشه مامان دیگه میشه آره برو برو چرا از من میترسی برو امروز میترسی من آره برو خیلی خوب بابا خیلی خوب نمیام میرم برو باری کلا برو باری کلا برو بازیش گرفت آره بابا برو دیگه برو نجه برو برو بعد زور میبره بعد پارک برو دیگه برو نجه جان برو برو بعد زور میبره بعد پارک برو باری کلا برو 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 ای سهراب علم دیدی با یک تیر دو نشان زدم یک روح تبدیل به دو روح یک غالب تبدیل به دو غالب چی میگه لتون من دیگه از دست مزخرفات تو خسته شدم الان میرم همه چیزو میگم چی میخوای بگی من نمیدونم چی ببین اوه سهراب شالو من رفتم اومد برو تو برو تو بعد یواش یواش مخربو بهش بگم برو حتما باز پشت بومه خجالت نمیکشه با این سن و سالش هنوز دنبال کفتر بازیه خانمو سلام شهلا خانم سلام اومدی؟ بله میبینید که اومدم خب چرا قد عصبانی خانم؟ وقتی کارات میبینم دلت نمیخواد عصبانی باشم کدوم کارا؟ اون بچه کی بود که با دکتر بردیم دفتر بهروز؟ آها از بابت اون بچه خیالت نراحته خب چیزه یعنی بهروز بهت نگفت اون بچه کیه حتما میخوای بگی بچه مال بهروزه هی گناهو بنداز گردن اینو نه نه شهلا جان اصلا قضیه این نیست ماشاءالله انقدر تو عجولی که اصلا اجازه نمیدی من حرفامو بزنم من ببخشید من دیگه برم درو باز کنم بیام الان میام همه چی رو بهت میگم نمیدونم میگم با خانمو کار دارم چی شده سرکار؟ سلام خانم سلام عرض کنم که ای خانمو شما اومدیم خانمو بله خودش سرکار راه بیافریم بله راه بیافریم بیفتک ها گذاشتم واسه فردا نهار بیفتک چیه پدر من راه بیافریم بلندتر به گوش سنگین رو سرکار راه بیافریم بریم کجا؟ کلانتری کلاه دوزی؟ خانم شما واسه من کلاه سفارش داده بودی؟ کلاه دوزی چیه میگه کلانتری؟ کلانتری واسه چی؟ اینقدر بهت گفتم نرو پشت بوم ولش کنیم کفتربازی رو گوش نکردی حتما باز همسایه ها رفتن از دستت شکایت کردم نه خیلی بنده کلانتری بیا نیستم اگه بیام کلانتری کفترامو سر میبارن سرکار بچه رو معطلی سرکار میشه بفرمایید قضیه چیه؟ عرض کنم که این خانم اومدن کلانتری شکایت کردن از اینکه این آقا بچه‌شون رو سر به میز کرده این پیرمرد و این حرفا آخه شما چرا باور کنید؟ من که نمیدونم خانم اینجوری میگن چی شده خانم؟ صبحی من از بنگاه کاریابی فرستادن مثل که شما سفارش کارگر داده بودی بله شوهرم سفارش کرد بله خانم منم اومدم این آقا به من گفت باید گزندنامه داشته باشه منم بچه هم پیشش گذاشتم رفتم برگشتم دیدم بچه هم نیست بهش میگم بچه هم گوه میگه چهار
شما این خانم رو میشناسی؟ والا چشام که درست نمیبینه. شما این اومدی شما؟ ببینم بچه تو پیدا کردی بابا. دیدی خانم ارسا کردم. سهرم بله خانم. یه دقیقه بیا ببینم. سرکار شما چند لحظه تشریف داشته باشید، من که ابرم به جایی نمیرسم. بله خانم. این خانم بله. از دست خانم رو شکایت کردن. من نمیدونم، شما جواب سرکار رو بدید. چی شده سرکار؟ بابا از کنم که بچه رو بگیره من دیوانه کرد کاش منه. بچه من دست شماست. بله شما نیست. بچه من بچه بله خوبونه تو برم. بچه من پس این بچه بابا در از بین میگم بچه علمه، بچه مطالعات منه. بس دیگه تو هم بچه علمه، بچه مطالعه است. حالا من چیکار کنم خانم؟ بریم سرکار. دیگه شکایتی نداری؟ نه خیلی. پس بریم کلانتری شکایتتون رو پس بگیریم. ببخشید خانم که مزاحم شدیم. خواهش میکنم. با اجازه. خداحافظ. سرکار برام زیاد پتو شیشه شیر بچه هم کو. پتو شیشه شیر مال بچه شما بود؟ بله خانم. کجاست؟ من بردمش منزل مادرم. شما بعد از ظهر تشریف بیارید، مشغول به کار باشید، براتون میارم. من دیگه غلط میکنم اینجا کار کنم. اون پتو شیشه شیرم بخور تو سر این آقا. دیدی شهلا خانم، یه سوءزن کوچیک شما داشت چه بلایی سر ما میآورد. منو ببخش. سلام. به نظر تو این بچه بچه علم نبود؟ بس دکتر، دیگه اینقدر علم نکن، دست از این کارات بردار. تو رو چه به طبابت و پزشکی؟ 30 سال مطالعه کردم، نیست کاره ولش کنم، انصراف نمیدم، باید ادامه بدم. بز خندی، مگر تو از اون دوای من نخوردی؟ بله. بزنم تو دهنش الان؟ نه بابا جون. تو مگر اون دوا رو نخوردی؟ دوا؟ راستش دیدم خیلی بد بوه، ریختمشون بیرون. معلومات منو ریخت بیرون. بابا یاسی میخونی تو؟ من بزرگم شده امشه باید این دوار رو بزرگم. ببین دکتر، سب کن دکتر، این کار نکن دکتر.